سلام، خوش اومدین به روی خط. من نگار مرتضوی هستم. شاید فقط یه چیز میتونست ایران و آمریکا و روسیه رو اینجوری متحد کنه، کشتی. دیروز تیمای ملی این سه تا کشور، یعنی قولهای کشتی دنیا، همینجا تو آمریکا دور هم جمع شدن و برای نجات کشتی کشتی گرفتن. کمیته المپیک گفته میخواد کشتی رو از بازی‌های المپیک حذف کنه. همین باعث شده که این سه تا کشور متحد بشن که این ورزش باستانی رو توی المپیک نگه دارن. امشب می‌خوایم نظر شما رو بپرسیم راجع به حذف کشتی از المپیک چی فکر می‌کنین و همینطور راجع به اتحاد این سه تا کشور برای نجات کشتی، یعنی ایران و آمریکا و روسیه. پس همین الان بیاین روی خط و تو این بحث شرکت کنین. راه‌های تماس با ما همین الان روی صفحه نوشته میشه، منتظرتون هست. روی خط هستین با موضوع نجات کشتی از حذف شدن در المپیک. همین اول برنامه بگم میتونین به شماره تلفن مستقیم ما زنگ بزنین که تمام مدت پایین صفحه براتون زیرنویس میشه. شماره هست 201-202-692-4360 یا میتونین شماره تلفنتون رو با ایمیل برای ما بفرستین به آدرس روی خط @voanews.com که همکارمون با شما تماس بگیرن. با کاربر اسکایپ ما میتونین تماس بگیرین روی خط و بیاین خودتون تو برنامه شرکت کنین، با صدا یا تصویر خودتون نظرتون رو بگین و همینطور میتونین نظرتون رو با ایمیل بفرستین یا در فیسبوک برنامه یا در توییتر بنویسین که توی برنامه مطرح بشه. تمام این آدرس هم در طول برنامه دوباره براتون زیرنویس میشه. اما حالا یه سری بزنیم به نیویورک، به خبرنگار ورزشی صدای آمریکا علی عمادی که دیروز توی این بازی هم با ما بودی. سلام بهت علی. سلام نگار عزیز و سلام به همه بینندگان ورزش دوست روی خط. خیلی خوشحال هستم که توی برنامه دیگه ویژه ورزش در روی خط در خدمتتون هستم. روی خط ورزش، روی خط کشتی. علی دیروز، حالا همونطور که کوتاه اول برنامه گفتم، تیمای ایران و آمریکا و روسیه، در واقع به دعوت تیم آمریکا اومده بودن اونجا توی نیویورک که در ایستگاه ترمینال گرند سنترال، یکی از معروف‌ترین ایستگاه‌های قطار نیویورک که شاید در روز حدود 1 میلیون نفر آدم توش جابجا میشه، یک مسابقه دوستانه برگزار کردن برای اینکه اهمیت کشتی رو شاید بشه گفت به دنیا نشون بدن. و میدونم که خودت هم اونجا بودی و مرتب داشتی گزارش میدی، برامون یکم بگو که چه خبر بود از حال و هوا. بگو. باید اول شروع بکنم با اینکه این مسابقه ای که برگزار شد به نام بیت دی استریت متعلق است به یک بنیاد خیریه که آقای مارک نوگراتس، یکی از میلیاردرهای آمریکایی در شهر نیویورک، این بنیاد خیریه رو بنا نهاده برای اینکه از طریق کشتی و از طریق اقدام ها و کارهایی که خیرخانه که انجام میده پولی رو جمع بکنه برای نوجوانان، کودکان بی سرپرست یا اونهایی که از خانواده های خیلی کم درآمد میان در مناطق مختلف شهر نیویورک، میشه گفت بزرگ شهر نیویورک، از هارلم و جای مختلف. این مسابقه چهارمین سالش هستش که برگزار میشه. 2 سال گذشته ایران نبود در این مسابقه و فقط امریکا و روسیه بود که در تایم سکور هم برگزار شد. امسال در بنای تاریخی که خودت اشاره کردی در ایستگاه وندربیلت گراند ترمینال برگزار شد و خب همونطور که میدونی اون قسمتی که برای این مسابقه در نظر گرفته بودن سالن بزرگی نبود، اما نزدیک به 1000 نفر جمعیت رو پذیرایی کرد و میشه گفتش که 700 نفرش از ساعت 3 بعد از ظهر که مسابقه ایران و آمریکا بود ایرانی بودن. و وقتی که مسابقه ایران و آمریکا تمام شد و قرار بود که تیم ملی کشتی آزاد، فرنگی و کشتی زنان روسیه مقابل تیم ملی آمریکا مسابقه بده، سالن خلوت شد، خالی شد. به هر حال استقبال خیلی گرمی بود. ایران هم موفق شد با قاطعیت 6-1 تیم آمریکا رو شکست بده و همه چیز به خوبی پیش رفت. ایران در ابتدای این مسابقه یک قطعه فرش ناین رو بهشون هدیه داد به تیم ملی آمریکا به رسم یاد بود و تشکر، هرچند که فدراسیون کشتی آمریکا میزبان تیم ملی ایران نبود و همون بنیاد خیریه بیت دی استریت متعلق به آقای مارک نوگراتس میزبان تیم ملی ایران و تیم ملی آمریکا هست، در واقع تیم ملی روسیه. و
به هر حال مسابقه خیلی عالی بود، پوشش خبری بسیار زیاد بود، خیلی از خبرنگارا از سراسر دنیا اومده بودن، فقط نه به خاطر اینکه کشتی قراره که در المپیک بمونه با این اقدامایی که داره صورت میگیره، ماه کشتی، روز کشتی در ژاپن، در ترکیه، در گرجستان، در شهرهای مختلف روسیه هم مسابقاتی برگزار شد، همایش‌هایی انجام شد برای حفظ کشتی، اما بیشتر اومده بودن که ببینن با توجه به مشکلاتی که این سه کشور با هم نظر سیاسی دارن تا چه اندازه میتونن به هم نزدیک بشن، مسئله هسته‌ای ایران، مسئله اختلاف نظر دولت‌های ایران و آمریکا در مورد سوریه و مسائلی که در منطقه اتفاق میفته، اینا بیشتر براشون مهم بود. همچنین اختلاف نظر خود آمریکا و روسیه هم با هم، در واقع این اتحاد، این سه تا خیلی اتحاد بعیدیه که دیروز سرتیتر خیلی از رسانه‌ها هم شده بود. بله، همونطور که من باهاتون در ارتباط بودم از کنار دوشک و اون عکس و به اصطلاح خبرهایی که شما توییت می‌کردین در برنامه‌تون، من تنها نبودم، شاید میخوام بگم که 100 نفر از خبرنگاران تنها کارشون این بود که لحظه به لحظه این مسابقه رو و اتفاقاتی که میفته رو گزارش بکنن واسه مخاطبانشون. مهمتر از پیروزی ایران مقابل آمریکا، اتفاق و اتحادی بود که بین فدراسیون ایران و آمریکا که وجود داشت قوی تر شد، هماهنگیشون در مورد حمایت از نناد لالوویچ برای احراز پست ریاست فدراسیون جهانی فیلا، حمایت این دو کشور از اینکه بایستی کشتی رو طی برنامه‌هایی که قرار هست در ادامه این مسابقات انجام بدن حفظ کنن در المپیک، و یک رابطه خیلی زیبایی بین ورزشکاران، بین دو فدراسیون دو کشور و بین خبرنگارا میشه گفتش که اتفاق افتاد و این خیلی خوب بود. بله علی، صحبت از توییتر کردی، اجازه بده همین الان یه سری بزنیم به فضای مجازی که البته بیشتر دیروز اتفاق افتاد، ولی همین که میگی خیلی شاید کانال‌های ورزشی توی آمریکا اینو پوشش نمیدادن، یعنی از تلویزیون من دیدم شاید فقط کانال NBC ورزشی اگه بشه گفت پوشش میداد، ولی تو فضای مجازی هم فارسی و هم انگلیسی زبان خیلی شلوغ شده. الان یه توییت میبینیم از رضا که نوشته بود که کشتی خیلی عالی بود، همین توییتایی که دیروز با هشتگ کشتی داشت توی فضای مجازی رد و بدل میشد، و یه توییت دیگه میبینیم از کاربر فارسی زبان که گفته کار بچهای ایران حرف نداشت و مرتب داشتن لحظه به لحظه همین که گفتی اخباری که میومد و دنبال میکردن، امتیازها رو دنبال میکردن، یه سری عکس مختلفی داشت توییت میشد. باز یه سری من توییت هایی دیدم که از کاربرای انگلیسی زبان در واقع غیر ایرانی حتی راجع به ایرانی هم توییت کرده بودن، صحبت های زیادی کرده بودن، که این همون توییت کاربر ایرانیمون بود که با هم دیدیم، و اینو وقتی بود که کایل دیک با حسن طهماسبی با هم مسابقه دادن که شاید تنها پیروزی آمریکا بود، که بعد من دیدم خیلی جالب بود یه توییت دیگه‌ای که از طرف آمریکایی‌ها شده بود راجع به پیروزی کایل دیک، که خودش هم از دانشگاه کورنل آمریکاست، کاربر دانشگاه کورنل نوشته بود که وقتی که کایل دیک پیروز شده تمام سالن بلند شدن و براش دست دادن، و از جمله تماشاگرای ایرانی هم تشویقش کردن، که این خیلی براشون به نظر میاد جالب، مورد توجهشون قرار گرفته. یکم برامون از حال هوای تشویق کردن ها میگه، چون اینطور که ما میدیدیم صدای تشویق فارسی خیلی تو سالن زیاد بود. درست داری میگی. کایل دیک همونطور که علاقمندان کشتی میدونن قهرمان 4 وزن مختلف در NCAA هست، در واقع مسابقات قهرمانی دانشگاه های آمریکا. میدونید که لیگ وجود نداره در مورد کشتی در آمریکا، مثل والیبال که لیگ حرفه‌ای وجود نداره، خیلی از ورزش‌ها در آمریکا لیگ نداره، همون شش لیگی که هست، MLS هست، در واقع ساکر هست، NBA هست، MLB هست، NFL هست و NHL، و لیگ حرفه‌ای نیست. به هر حال مسابقه کالده که رقیب جدی جوردن باروز هم هست، یعنی در همون وزن کشتی میگیره، در وزنی که قهرمان جهان و قهرمان المپیک در واقع حضور داره. به حال همونطور که میبینید مسئولین ایرانی دفتر حفاظت جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن اقدامی کرده بودن، پرچمهایی رو آماده کرده بودن، وسایل تشویق رو و توزیع کردن بین ایرانیانی که در سالن حضور داشتن، و ایرانی ها هم واقعا دست مریضات چیزی کم نذاشته. همونطور که رسول خادم تو اون گفتگویی که با هم داشتیم خیلی کوتاه اشاره کرد، احساس میکردن کشتیگیرا که توی یکی از سالن‌های تهران دارن مسابقه میدن، چون قریب به اتفاقشون ایرانی بودن و یک صدا تیم ایران رو تشویق میکردن. در مورد کایل دی که موفق شد حسن طهماسبی رو شکست بده، خب در این وضع صادق گودرزی دارنده
مدال المپیک و قهرمانی جهان که رقیب جدی جردن باروز هم نیامده بود با تیم، و حسن طهماسبی تنها کسی بود که توی این مسابقه دیشب نتیجه رو واگذار کرد. خودش خیلی ناراحت بود بعد از این مسابقه، من باهاش صحبت کردم، اما چون زمانی اتفاق افتاد که تیم ایران نسبتا بردش قطعی شده بود، هم تیمی ها بهش دلداری میدادن، کادر فنی بهش دلداری میدادن. به هر حال کایلک هم یک پدیده جدید کشتی آمریکا است و امکان این که یه وزن بالاتر بره و یا پایین‌تر بیاد به خاطر اینکه با جردن باروز رقابت سختی نداشته باشه تو این وزن، تو یکیشون باید بسوزد به خاطر اینکه جفتشون خیلی خوب هستن. به هر حال همه تشویقش کردن، ایرانی هم خیلی تشویق کردن کایلکو، و همه آمریکایی‌ها هم خوشحال بودن که حداقل یه پیروزی مقابل تیم ملی کشتی آمریکا، یه دونه پیروزی در مقابل 6 تا، در واقع 6-1، حالا دیگه یه دونه امتیاز رو بعد به میزبان میدادن، اگر 7 هیچ میشد که دیگه خیلی شاید البته این من اشاره بکنم، میدونم خیلی مطالب مختلف هست، من اشاره بکنم که تیم ملی آمریکا تیم اصلیش نبود، یعنی تیمی که قرار هست یا قرار بود در رقابت‌های لس آنجلس، یعنی رقابتی که قراره دو روز دیگه، سه روز دیگه در شهر لس آنجلس برگزار بشه طبق برنامه‌ریزی که شده، حالا خبر جدید من خدمتتون میگم در این مورد، قرار بود که تیم اصلی آمریکا اونجا به روی تشک بره مقابل ایران، و تیمی که الان اینجا در واقع داره مسابقه میده، مسابقه داد شب گذشته، تیم اصلی آمریکا نبود، نفرات اصلی نبودن، قهرمانان المپیک که جردن باروز و قهرمان دارنده مدال طلای المپیکشون نبود، بله. و میشه گفتش که تیم دوم آمریکا بود، اما ایرانی ها خیلی مسابقه رو جدی گرفته بودن. همون توی بعضی از توییت هم دیدم حتی آمریکایی‌ها گفته بودن ایرانی‌ها خیلی آماده اومدن روی دوشک، و به حال یه جوری شاید همه رو غافلگیر کردن، برد پشت برد پشت برد. اما اجازه بده علی نظر فرهادو بشنویم از شهر کرد، ببینیم چی فکر می‌کنه در مورد. من صدای شما رو ندارم. ما صدا تو داریم. اجازه بده نظر فرهادو بشنویم از شهر کرد. سلام به شما فرهاد. سلام به شما خانم و به همه بینندگان و صدای آمریکا. خیلی ممنون. شما خودتون علاقه‌مند کشتی هستین؟ بله بله، خیلی واقعا من استقبال میکنم از این وضعیتی که پیش اومده، حداقلش در عرصه سیاسی. منظورتون از این وضعیت اتحاد یا اینکه کشتی هست میشه؟ آره اتحاد. بله بله، نه کشتی که هست میشه برای همه ایرانیان واقعا یه وضعیت ناراحت کننده نیست، ولی از اینکه فرصتی پیش اومده که ایران و آمریکا در کنار هم باشن بسیار ما خوشحالیم و خرسندیم، و این روابط انشالله بتونه که در آینده به سی اتحاد و کشتی رو ما یک پلی ببینیم برای موفقیت و نزدیک شدن به کشور. البته مثل کشتی فلاتی بله صداتون مثل که قطع شد، من آخرش هم متوجه نشدم، ولی خیلی ممنون از نظرت و فرهاد از شهرکرد، عذرخواهی میکنم به خاطر یه مقدار کیفیت پایینی صدا. نظر یعقوب رو هم بشنویم از کرمانشاه. سلام شما یعقوب. شما وقتتون بخیر. خیلی ممنون. از غرب کشور امروز همه زنگ زدن. شما چی فکر میکنی؟ خودتون طرفدار کشتی هستی؟ بله، من کوشیدم. تبریک میگم به همه هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن. این پیروزی و خب پیروزی خیلی خوبی بود، قبلا هم تیم ایران تونسته بود توی مسابقات جام جهانی باز هم 6-6 آمریکا رو شکست بده. خب اگه اجازه بدی من توضیح بدم، این تصویرایی هم که داریم میبینیم همکارمون نشون میدن یه مقداری از مسابقات دیروزه و تماشاگرایی که تشویق میکردن، و همینطور که علی امادی همکارم گفت خیلی هم سالن شلوغ بوده، تماشاگرای ایرانی یه جورای قرق کرده بودن سالن. خب بگو. بله، اما در مورد حاشیه‌های این مسابقه هم خب بالاخره تیم ایران و آمریکا با هم کشتی گرفتم، همیشه مقالی حرف و حدیث درست میشه. به نظر من باید نگاهی که به این مسئله داشت، نگاه ورزشی باید به این مسئله داشت. متاسفانه یه عده‌ای برای منافع خودشون شاید یه مقداری بخوان جذب درست کنن برای مسابقات، این مسابقات رو تحت تاثیر قرار بدن، شاید بالاخره شاید سود مادی توش می‌بینن، شاید میخوان
پرچم فروشی بکنن. متاسفانه کانال تلویزیونی سعی میکنن که به یه نوعی، البته من کانال صدای آمریکا رو نمیگم، واقعا نگاه مثبتی شما به این قضیه داشتین، از این نگاه که دو تا کشور این فرصتی هست برای اینکه یه مقدار روابط حداقل بین ملت‌ها یه مقدار دوستانه باشه. چه بسا سه تا کشور یعقوب، یعنی این چیزی که توجه رسانه‌ها و حالا مخاطبین بهش جلب شده، هم ایران و هم آمریکا هم روسیه، این سه تا کشور کنار هم. بله بله، یک اتفاق خوب بیفته. امیدواریم که البته این کشتی از مسابقات المپیک حذف نشه. اما شما ببینید کوتاه‌فکری یه عده رو که میان بعضی کانالا میان تشویق میکنن که آقا بریم اونجا جو و به هم بزنیم، مراسم رو به هم بزنیم، پرچم شیر و خورشید پخش بکنیم که بیایم حالا مثلا یه اتفاق بیفته، اسم ما مطرح بشه، بگن که ما یه کاری کردیم. که میگی که در واقع حالا اگه اسم نخوام ببرم، یعقوب در واقع میگی که این یه مسئله غیر سیاسیه، شما فکر میکنی که نباید سیاسیش بکنن. اما راجع به کشتی گفتی، اینو اجازه بده ازت بپرسم، راجع به حذف کشتی چی فکر میکنی؟ چون بعضیا صحبت از این میکنن که خب این یه ورزش خیلی قدیمیه، ورزش شاید خسته کننده ایه برای کشورهایی که حالا مثل ایران جزء ورزش‌های ملیشون نیست، تماشا کردنش و شاید جذابیت نداره و شاید فرصت برای این باشه که این ورزش‌های دیگه قدیمی‌تر رو بذارن کنار و به ورزش‌های جدیدتر و مدرن‌تری که تو دنیا طرفدار بیشتری هم داره جا بدن برای اینکه وارد المپیک بشه. شما چی فکر می‌کنی؟ ببینید کشتی ورزش پرطرفدار هست توی ایران. حالا من می‌بینم که رقابت‌ها معمولاً بسیار جدی پیگیری میشه. حتی ما کشتی با چوخه داریم، کشتی سنتی هست توی ایران، تو منطقه خراسان برگزار میشه. فکر میکنم حدود یک ماه پیش، معمولا اوائل سال جدید هر سال برگزار میشه، حدود 70,000 نفر شما ببینید رفتن برای دیدن این کشتی سنتی. خب بسیار نه یعنی توی ایران که توی طرفدار داشتنش اصلا شکی نیست. حالا حتی این سه کشوری که با هم دیگه دور هم جمع شدن همشون میگن تو کشور ما طرفدار داره، قهرمانای جهان هم هستن، ولی بقیه کشورهای دنیا، یعنی اگه بخوام حالا اون نگاه ایرانی رو بذاری کنار و کلاه خود قاضی کنی، به نظرت کشتی در مقابل شاید بعضی از ورزش‌های جدیدتری که اومده همچنان یه ورزش جالب هست برای تماشاچیا؟ بله حتما همینطوره، حتما کشتی یک ورزش بسیار پرطرفدار هست. شما ببینید مسابقاتی که برگزار میشه از چه سطحی از اهمیت برخورداره، به خصوص توی کشورهای صاحب ورزشی مثل آمریکا، مثل روسیه. اینا کشورهایی هستن که ورزش درشون بسیار، یعنی ورزش‌های مختلف در این کشورها پا گرفته و همه ورزش انجام میشه. با این حال کشتی در بین این ورزش‌ها طرفدارای خاص خودش رو داره و این مسابقات دیده میشه، سروش هم سرمایه‌گذاری میشه. خیلی ممنون ازت یعقوب که از کرمانشاه تماس گرفته بودی. اگه همکارمون داشته باشن با یه سری بزنیم به فضای توییتر که دیروز خیلی داغ بود با این در واقع هشتگ هم کشتی و هم یک هشتگ انگلیسی که الان جوری صفحه می‌بینیم رامبل آن دی ریلز، در واقع یعنی قررش روی ریل های قطار، چون که این توی همونطور که گفتم ایستگاه معروف گراند سنترال نیویورک برگزار شد که یک ایستگاه بسیار پر رفت و آمدیه برای اینکه توجه در واقع مردم این شهر پر جمعیت آمریکا رو جذب کنن. که دیدیم که اون کاربر قبلی اگه یه لحظه توییتش رو ببینیم گفته بود که بهترین کشتی دنیا الان داره اتفاق میفته توی شهر نیویورک، اشاره در واقع اینکه این سه تا قول کشتی همشون با هم دیگه جمع شده بودن، ایران و روسیه و آمریکا داشتن کشتی میگرفتن. توییت بعدی رو اگه بتونیم با هم دیگه ببینیم که باز برایان یه کاربر غیر ایرانی نوشته بود که کشتی کشورهای دنیا رو کنار هم جمع کرده توی همین مسابقه رامبل آن دی ریلز که دیروز توی نیویورک برگزار شده بود. و یه توییت دیگه هم فکر کنم بتونیم با هم دیگه ببینیم حالا در ادامه برنامه. اما یه سری بزنیم باز به نیویورک، به علی عمادی. علی اگه صدای ما رو داری همچنان، باز یکم برامون بگو از این حال و هوایی که توی سالن در جریان بود. این بینندمون یعقوب که از شهر کرد تماس گرفته بود میگفتش که به نظرش این یه مسئله‌ای که نباید سیاسی بشه و حتی شاید یه نگاه انتقادی داشت به اینکه بعضی دارن سعی می‌کنن اینو سیاسیش کنن. تو چی فکر می‌کنی؟ ما تو عکسایی که خودت فرستاده بودی دیدیم که سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک اومده بود تماشا و به هر حال وزارت خارجه آمریکا به نظر میومد خیلی اونا هم روی این موضوع توجه نشون دادن، تو توییتر دیروز خیلی فعال بودن و صحبتایی در مورد شده. بله من اشاره بکنم متاسفانه برای مدتی اون تلفن های همکاران و بیننده های عزیز رو نشیدم و همکاران تلاش کردن و این ارتباط دوباره برقرار شد، من صداتون رو دارم. من این مطلبی اشاره بکنم که واقعیت مطلب این هستش که
وزارت امور خارجه آمریکا حدود 10 نفر رو از واشنگتن دی سی برای پوشش خبری و پوشش این مسابقات به اینجا فرستاده بود، اما میزبانی رو بر عهده نداشت و چه در همایشی که در سازمان مقر سازمان ملل اتفاق افتاد و چه در این مسابقه حضور چشمگیری نداشتن. اما ایرانی ها هم مقامات دفتر حفاظت منافع ایران در واشنگتن و هم نمایندگان ایران در سازمان ملل آقای خزایی و دیگران دکتر متین اینجا حضور داشتن، هم در سازمان ملل در اون همایش که اتفاق افتاد و کنفرانس خبری، و هم آقای خزایی شب گذشته به این مسابقات اومد. الان هم تیم ملی ایران مهمان ایشون هست و در یک ضیافتی با ایشون در واقع در محلی به سر میبرن. اما من یه خبر بد رو باید بدم، طبق گفته اون که نقل قول کردی از بیننده عزیزمون که میگن سیاسی نکنید، یه مطلبی که خیلی حتما باید اشاره بکنم، یک خبر بد هست در کنارش یک خبر خوب. خبر بد رو باید بدم که الان به من خبر دادن که تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به شهر لس آنجلس رفته، ولی تیم ملی کشتی آزاد ایران احتمالاً امشب برمیگرده به ایران. دلیلش هم این هستش که دلنگرانی ها و دلمشغولی هایی بود به خاطر اینکه برخی در لس آنجلس تلاش داشتن، یا عده‌شون هم خیلی کم هست، تلاش داشتن که از این قضیه، از این مسئله استفاده بهره مردی سیاسی بکنن. منظور یعنی ایرانی های ساکن لس آنجلس؟ نه، برخی از یکی یا دو تا از تلویزیون هایی که در لس آنجلس مشغول به کار هستن، از تلویزیون های فارسی زبان تلاش داشتن که با فروختن پرچم و با راه انداختن کمپینی مسائل سیاسی خودشون رو در خلال این برنامه در واقع به گوش مردم برسونن و یا استفاده ای بکنن. این خبر حالا تایید شده هست، یعنی که به همین دلیل فکر می‌کنین سفرشون لغو شده؟ من چون در تمامی این قضایا این مسئله از 3 شب پیش اتفاق افتاد و دل مشغولی و نگرانی تیم ملی کشتی ایران و هیئت همراه و مسئولین از زمانی که پیش از حرکتشون به سمت امریکا اصلا بوده و این نگرانی بوده که اگر قرار هست در لس آنجلس در حضور بیش از حداقل 10,000 ایرانی بخوان این مسابقه برگزار بشه، قطعا اون اتفاقاتی که در جام جهانی 2006 آلمان و 1998 جام جهانی فوتبال در فرانسه اتفاق افتاد امکان داره صورت بگیره. عده‌ای هستن به هر حال تلاش میکنن به نوعی مطلب رو سیاسی بکنن، هرچند که خود خانواده کشتی ایران به هیچ وجه دوست نداره این مسائل با مسائل سیاسی ارتباطی داشته باشه. و در واقع داریم میگیم ممکنه که این اتفاق اصلا باعث بشه که سفر لس آنجلسشون اتفاق نیفته، یعنی این ادامه بازی دوستانه در لس آنجلس. تا الان خبر لغو سفر ایران که ایران پروازش ساعت 4:30 فردا بعد از روز جمعه به سمت لس آنجلس بوده، من میدونم که هزینه خیلی زیادی رو بنیاد سمنانی انجام داده، فدراسیون کشتی آمریکا بسیار رایزنی کرده برای و اون بنیاد خیریه‌ای که اسمش رو بردم و هیئت کشتی استان در واقع ایالت کالیفرنیا خیلی زحمت کشیدن برای اینکه اتفاق بیفته. افراد بسیاری برای تهیه بلیط، تهیه ویزای این تیم، چون میدونی که این تیم فقط 18 نفر هست و مخالفینی داخل ایران بود قبل از اینکه این تیم اعزام بشه، بعضی ها کسانی که خب جا مونده بودن از این سفر و یا عده‌ای که مخالف هستن با کادر رهبری فدراسیون کنونی ایران و کسانی که به حال مسائل سیاسی رو خیلی براشون اهمیت دارن و براشون مهم هست، مخالفت داشتن با اینکه اصلا تیم اعزام بشه امریکا. و میدونم که خود دولت آقای احمدی نژاد پشت این قضیه بوده و تلاش کرده که حتما اتفاق بیفته، دفتر نمایندگی ایران هم خیلی کمک کرد که این مسئله صورت بگیره. اما خب به هر حال مسائل گسترده تر از مسئله ورزش هست و اینکه من خودم 100% غیر ورزشی نمیخوام صحبت بکنم، اما میدونم که مسائل خصوصا ایران با ورزش با سیاست آغشته است و امکان این خبر آخری که من گرفتم دقیقاً دقایق پیش قبل از شروع این برنامه روی خط این بود که تیم ملی ایران امشب قرار هستش که نیویورک رو به مقصد امارات و بعد به سمت تهران ترک کنه و در واقع مسابقه لس آنجلس انجام نشه. حالا منتظریم ببینیم که خبر دقیقش رو بهمون بدین که ببینیم این اتفاق افتاده یا نه. در مورد بنیادهای خیریه هم که صحبت می‌کردی، همینجا در واشنگتن هم من می‌دونم که بعضی از بنیاد در واقع سازمان‌های ایرانی، اگه بخوایم به اون طرف مثبتش هم نگاه کنیم، سعی کردن که بتونن در واقع منابع مالی رو جمع کنن و حتی بلیط‌هایی رو بخرن که مجانی در اختیار ایرانی‌های جوان‌تر ساکن حالا این منطقه شرق آمریکا بذارن که بتونن بیان تو سالن و به هر حال هیجان بدن و تشویق کنن و بازی جالبی داشته باشن. بله، اتفاقا اون مسابقه که قرار هست، حالا میگم برگزار کنندگان ایرانی آمریکایی این مسابقه حاضر نشدن
نظری بدن در این رابطه، چون که واقعا هم ضرر مالی میکنن، هم ضرر حیثیتی میکنن و هم از اون آرمانی که دوست داشتن باز میمونن. به هر حال خیلی سخت هست واسه شون. اما اطلاعی که من دقیق پیدا کردم تا الان تصمیم بر این هستش که از ایران هم تصمیم گرفته شده که تیم کشتی ایران برگرده به ایران. ولی در مورد اینکه به حال دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن گویا بلیت‌های زیادی رو خریداری کرده بوده، این مسابقه هزینه خیلی زیادی رو داشته، قرار بود که آرنولد شوارزنگر بیاد اونجا و چند نفر از هنرپیشه های معروف هالیوود. من شب گذشته و در سازمان ملل هم که همایشی بود با بیلی بالوین، برادر الک بالوین، هنرپیشه هالیوودی صحبت کردم، با مارک رافالو صحبت کردم. بله. اتفاقا گفتگوش رو هم شاید همکارا داشته باشن بتونن پخش کنن در برنامه افقی، قسمتایی رو پخش شد. با اینها گفتگو کردم، اونها هم یک به اصطلاح بنیادهای خیریه رو درست کردن، اقدامهای جمع‌آوری اعانه، جمع‌آوری پول برای کمک به کشتی ایجاد کردن و خیلی امیدوار بودش آقای الک بالوین، آقای بیلی بالوین، برای اینکه تمام ستاره های هالیوود که باشون در واقع همپیمان هست و از طرف دیگه ورزشکارای مثل مایکل فلپس، مثل شپیتز، شناگران، قهرمانان بیسبال آمریکا، قهرمانان بسکتبال آمریکا، همه دست به دست هم دادن و قرار بود که در شهر لس آنجلس یک همایشی باشه برای اینکه بین دو کشور ایران و آمریکا، دو کشور در واقع صاحب سبک کشتی و قهرمانان جهان، در مقابل هم قرار بگیرن. تیم اصلی آمریکا قرار بود در اون مسابقات بری تو شک بره و خیلی برنامه‌های فرهنگی دیگه‌ای برای نشون دادن این اتحاد برای کشتی که اسمش بود United for Wrestling نشون بدن به IOC، به اعضای کمیته اجرایی که کشتی حقش هست که برگرده، اما امکان داره که این اتفاق نیفت. حالا ببینیم چی میشه در آینده، این اتحاد نتیجه میده یا نه. علیرضا بده نظر باز بینندهامون بشنویم که آقای حسینی فکر کنم اولین نفر از شیراز روی خطن. سلام با شما آقای حسینی. سلام، از بنده، خسته نباشید. خیلی ممنون. شما چی فکر میکنید؟ شما طرفدار کشتی هستین؟ طرفدار کشتی که هستیم، ولی با آمریکا اومدن کشتی بگیره، هم برای شماها که ایرانی هستید تو آمریکا، هم برای شما تبریک میگیم، هم به خودمون، دومانم از فدراسیون کل آمریکا خیلی ممنونیم که با این بار دیگه انگوش نگاری و دومینم از این برنامه رو گذاشتین کنار. ما از این نظر خوشحالیم و اصلا مخصوصا من امشب زنگ زدم این حرفا رو بزنم، انشالله که بتونیم با غیر از کشتی یا فوتبال یا بازی های دیگر مثل آقای حسینی اجازه بدید انگوش نگاری رو که شما اشاره کردین من یه توضیح بدم اگه بینندهامون نمیدونن. شهروندای بعضی از کشورهای دنیا اینطور که وزارت خارجه آمریکا میخواد موقع ورود به آمریکا باید انگوش نگاری بشن، در واقع برای تشخیص هویتشون، و اینکه حالا با فرستایی فقط، یعنی در واقع میخوام بگم تیم کشتی نیست، بعضی از شهروندای دیگه ایران هم هستن، ولی این دفعه اینطور که خبرش اومد این اتفاق برای تیم کشتی ایران نیفتاده و در واقع تونستن. همین ممنونیم. ما فقط ما درست علی فکر کنم صدای علی امامی را شنیدم. اصلاح کنم، این بیننده عزیزمون از شیراز، بعضی خبرگزاری‌ها به خبرگزاری ایران این مطلب رو عنوان کردن، اما واقعیت مطلب این هستش که به محض ورود تیم ملی کشتی ایران، مثل بقیه شهروندان ایرانی که وارد ایران میشن، وارد آمریکا میشن، باشون برخورد شد. اما انگشت نگاری به اون صورتی که قدیم اتفاق می افتاد و تمام انگشت‌ها رو فقط از 4 انگشت دست راستشون اسکن کردن، این اسکن صورت گرفته. به هر حال خیلی من اینو در قضایاش بودم، در متن این مسائل بودم. پس که خبره یه مقدار زد و نقیض اومد، چون یه مدت صحبت از این بود که بوده بعد گفتن نبوده. هر نظری باشه ما به هر حال خوشحالیم. اما نه، مثلا این هستش که من کلمه خودت و این بیننده، من این مطلب بگم که ببینید وزارت امور خارجه آمریکا خیلی تلاش کرد که اتفاق نیفته، نامه‌نگاری زیادی کرد، چون در این قضیه در 2 هفته گذشته من باش در ارتباط بودم، و فدراسیون کشتی آمریکا هم خیلی تلاش کرد که این اتفاق نیفته، چرا که این یکی از شروط ایران بود برای حضور در این مسابقه که انگشت نگاری نشه. ولی اداره مهاجرت آمریکا گفتش که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، تنها به اسکن مجبوری من انجام بدیم و اسکن 4 انگشت در واقع مسافران رو باید حتما بگیرن، این اسکن اتفاق افتاد. خیلی ممنون علی، اجازه بده پس ادامه نظر آقای حسینی رو هم بشن، همین که گفتی. حالا چون یه مقدار اونم بحث گسترده ای، اصلا چرایی بودن این قانون یا نبودنش رو وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، ولی به هر حال یه مقرراتی که حالا اینطور که میگید تا یه حدی به توافق تونستن برسن. ولی آقای حسینی شما ادامه صحبتتون بگیر، راجع به کشتی چی فکر می‌کنی؟
ولی راجب کشتی میگم که راجب کشتی خیلی بگم، ولی خواهشم اینی که علی خود آمریکا و روسیه، ولی این کشور شنیدم که بعضی کشورها میخوان این کشتی رو منحل کنن، واقعا از این نظر متاسف و ناراحتیم. خدا کنی این اتفاق هیچ موقع نیفته. آقای حسینی اگه فرض کنین حالا به فرض محال اون کسی که تصمیم گیرنده است توی کمیته المپیک صدای شما رو بشنوه، شما توضیحتون چیه؟ دلیلتون برای اینکه بخوام بگین که کشتی نباید حذف بشه چیه؟ والا من خودم همچین فکری نمی کنم ها، ولی بعضی رسانه ها، بعضی خود تو برنامه رادیو انگلیس شنیدم که میگن مثلا ایران چون قویه میخوان به خاطر این کنم، ولی من همچین فکری نمی کنم. نه اینطور این نیست. ببینید صحبت از این بوده که کشتی به هر حال یه ورزشی که از نظر شاید بعضی از کشورها ورزش خیلی هیجان انگیزی نیست، یه مقدار خسته کننده است. حالا دلایل کارشناسی ورزشش هم علی میتونه برامون توضیح بده که اصلا چطور این اتفاق افتاد، و تا جایی که من حالا خبر رو دنبال کردم میخوان اینو با ورزش‌های جدیدتر و شاید حتی جوان پسندانه‌تر اینو جایگزین کنن. و حالا ورزش باشه چه ورزش جوانتر یا پیرنده، ورزش باشه ورزش حالا کشتیگی یا وزنه‌برداری بهتر از، به نظر من فوتبال اینقدر دوست ندارم که علاقه به این کشتی و وزنه‌برداری دارم. پس شما فکر می‌کنید اگه قرار باشه بین فوتبال و کشتی انتخاب کنیم، میگین کشتی باید بمونه؟ بله کشتی بمونه. آره بله، خیلی ممنون شما آقای حسینی از شیراز. علی برگردیم بهت، ببخشید وسط صحبت قشنگ. حالا قوانین اداره مهاجرت که خیلی وارد جزئیاتش نشیم، یه مقدار برمون از پیشینه این دلیل حذف کشتی میگی، من درست گفتم؟ بله، من خاطر دارم که هم موقعی که در ماه فوریه 3 ماه پیش که این پیشنهاد حذف کشتی از بازی‌های تابستانی 2020 که هنوز میزبانش مشخص نیست، یا ژاپن خواهد بود یا ترکیه، یعنی استانبول یا توکیو یا مادرید، یکی از این 3 شهر، پیشنهاد حذفش رو کمیته اجرایی، در واقع کمیته بین المللی المپیک مطرح کرده. 2 روز دیگه در مسکو انتخابات، یعنی نشست یک کنگره فوق‌العاده اعضای هیئت رئیسه و اعضای کشورهای مختلف 177 عضو فدراسیون جهانی کشتی برگزار میشه. قرار بود این نشست در ترکیه برگزار بشه در استانبول، به دلیل اینکه IOC و کمیته بین المللی المپیک گفت این شهر خودش یکی از میزبانان و خواستار میزبانی المپیک 2020 هست، نمیتونیم میزبانی رو به اون بدیم برای این کنگره. کنگره رو بردن به مسکو، از همونجا اختلافاتی باز شروع شد. من در مورد دیتیلش صحبت نمیکنم، جزئیاتش، فقط بگم که این نشست برگزار میشه برای تعیین رئیس 1.5 سال آینده فدراسیون جهانی کشتی که احتمال زیاد آقای ننال لالوویچ هست. و دوم این که امریکا خیلی حرکت مثبتی رو انجام داده، اینو واقعا باید بهش اشاره بکنم که فدراسیون کشتی آمریکا یک فروم خیلی بزرگی رو درست کرد با وکلای بسیار قدرتمندی که در شهر آتلانتا هستن، یک طرحی رو پیش بینی کردن و با تمام کشورها از طریق فدراسیون جهانی کشتی هم فکری کردن و قوانین جدیدی رو نوشتن که قرار هست این قوانین در صورت تصویب روز یک شنبه که مشخص بشه، همه چی حل بشه، از هفته آینده این قوانین جدید کشتی خواهد بود. و بعد در شهر سن پترزبورگ در مورد اینکه از اون 8 ورزشی که رقیب کشتی هستن، 3 ورزش انتخاب میکنن و بعد کشتی در مقابل اون 3 ورزشی که رقیب هستن که اسکواش و کاراته مهمترینشون هست، میرن برای سپتامبر، در ماه سپتامبر در شهریور ماه در بوئنوس آیرس، در مورد اینکه واقعا حالا کشتی باشه یا نباشه رأی گیری میکنن اعضای کشتی مظلوم. بالاخره ببینیم قربانی میشه یا نمیشه. آقای حسینی که میگفت به نظرش فوتبال بعد بردارن کشتی رو جاش بذارن، ولی حالا ببینیم که چی میشه. حتما اخبار دقیق‌ترم علی تو برنامه ورزشی خود میدی. اجازه بده باز یه سری بزنیم به فضای مجازی، یه مقدار به توییت‌های دیروز نگاه کنیم، ببینیم که هم کاربرای فارسی زبان هم کاربرای غیر فارسی، در واقع غیر ایرانی، چه توییت‌هایی داشتن دیروز مینوشتن توی فضای مجازی. اینجا دیدیم که یکی از کاربرای غیر ایرانی میگه که کشتی تنها ورزشیه در دنیا که میتونست آمریکا و ایران و روسیه رو بیاره کنار هم. حدود 150 نفرم اینو توییت دوباره کردن، در واقع ری توییت کردن. این اکانت توییتر تیم ملی کشتی آمریکا است، USA Wrestling، که گفته بود دیروز قبل از شروع مسابقه گفته بود این توییت رو در واقع شما دوباره توییت کنین اگر که قراره این بازی دیروز رو نگاه کنین، که ببینیم حدود 130 نفر این توییت رو دوباره توییت کردن، تیم آمریکا رو دنبال میکردن و خیلی هیجان انگیز بود این توی فضای مجازی. کسایی که دنبال میکردن مسابقه رو،
و اینم یه اتفاق بامزه که افتاده بود، بیننده های ایرانی در واقع تماشاچی ایرانی با خودشون بوق برده بودن به سالن و یه مقدار مثل اینکه سر صدای سالن زیاد بوده و آمریکایی‌ها میگفتن که اون کسی که اون بوق رو در واقع بوق فوتبالی رو به خودش برده توی سالن رو یه نفر ساکتش کنه چون خیلی سر صدا زیاد بود. اما نظر سیاوش رو بشنویم از سبزوار. سلام شما سیاوش. سلام میکنم به شما نگار خانم و تمام بیننده ها و جناب آقای عمادی در خدمتتون هستم. خیلی ممنون سیاوش. چند تا سوال داریم، هر کدوم رو دوست دارین اول میخوایم نظرتون راجع به حذف کشتی بشنویم، ببینیم که شما چی فکر میکنین. بحث های مختلفی شد، اگه فکر میکنین که کشتی باید بمونه توی المپیک. نه ببینید، به نظر من کشتی یکی از جذاب‌ترین ورزش‌هایی که توی المپیک همیشه برگزار شده. تا حالا نشده ما سالن‌هایی که داره توش مسابقات کشتی برگزار شد، چه در عرصه مسابقات جام جهانی باشه یا المپیک، حتی یه جای خالی داشته باشه. به نظر من حذف کردنش واقعا یه جور خیانت به ورزش، جدای از هر گونه حالا تطمیعی دیگه. حالا راجع به این اتحاد این سه تا قول کشتی چی فکر میکنی شما سیاوش، که در واقع کشتی اینطور که حالا حتی کاربرای غیر ایرانی میگفتن تونسته ایران و آمریکا و روسیه رو کنار هم بیاره و این در واقع اینطور متحد بشن؟ درسته، میدونید این صحبت هایی شده، یعنی سیاست هایی که پشت این حرکت بوده، من خب اتفاق جالب بود یا اتفاق مبارکی بود، من میخوام افعال نیک بیشتر این رو ببینم. سعی میکنم حالا حاشیه سیاسی که داره پیرامون این حرکت اتفاق میفته رو آنجا این که ممکن هست مطرح نشه. این اتفاق در خودش یه اتفاق خوبی بود، همین خود به صلاح حاشیه سیاسی هم داشت که خودتونم که ساکن آمریکاسی باید بهتر ببینید این حرکتی که اتفاق افتاده. میخوان اینجوری مطرح میشه که میخوان اپوزیسیون برانداز خارج از کشور رو به اپوزیسیون جانداز تبدیل کنن که خب مثلا سیه و شما خود رو گفتی که میخواین وارد حاشیه نشین و نمیدونم حالا میخواین راجع به حاشیه صحبت کنیم، ترجیح میدادیم یه مقدار راجع به خود مسئله کشتی و این شاید اتحاد غیر سیاسی این سه تا قول صحبت کنیم. درسته، چون همچی چیزی که شما میگین که هدف کسی نیست. چرا این الان یکی از تلویزیونایی که ساکن لس آنجلس هست، تلویزیون کانال یک جام شهر عمومیون، صحبت من خب ببینید سیاوش، من از یعقوبم خواهش کردم که اسم کسی که توی برنامه نیست و نیارین که ما بتونیم هر کسی باید باشه بتونه از خودش دفاع کنه. حالا صحبتی که شما می‌کنین، علی هم یه مقدار صحبت خبری رو توضیح داد که حالا شاید به خاطر اتفاقاتی که داره میفته حتی این سفرشون به لس آنجلس لغو بشه و نتونن ادامه مسابقه رو بدن. اما اگه اجازه بدی یه تیکه از صحبت‌های آلن ای رو بشنویم، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، که از زبان خود وزارت خارجه یه مقدار در مورد این مسابقه بشنویم و ببینیم که چه خبر بوده. حضور تیم ملی کشتی ایران در آمریکا از جمله مهدی تقوی کرمانی، احسان لشگری و کمیل قاسمی واقعا مای افتخار است برای ملت آمریکا، مخصوصا به خاطر اینکه ملت ایران و تیم ملی کشتی ایران اینقدر خوب و با مهر و محبت از تیم ملی کشتی آمریکا استقبال و پذیرایی کردند چند ماهی پیش در تهران و انشاءالله ما میتونیم این همه محبت را جبران کنیم. نسبت به سوال شما، والا کار اصلی توسط فدراسیون‌های ملی کشتی ایران و آمریکا انجام شده. ما در وزارت امور خارجه از نظر لوجستیکی از این سفر حمایت کردیم، ولی این فدراسیون‌های ملی کشتی ایران و آمریکا روابط دیرینه‌ای دارند و از مثلا فکر میکنم از سال 1998 تا به حال این تیم های ورزشی را اعزامی کردند به کشورهای رقیب. درست من نمیدونم از نظر مالی حامیان اصلی این سفر کی بودند، ولی میتونم به طور کلی بگم که معلوم است که این نوع سفر، یعنی که پیوند دوستی کشورهای مختلف را تقویت می کند، یعنی همه ملت ها، یعنی ملت آمریکا از این پشتیبانی می کنه، نه از نظر مالی
ولی از نظر چیز اخلاقی و روحی از این حمایت میکنیم. صحبت‌های آلن ایر بود، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، که قبل از این برنامه با همکارمون صحبت کردن. سیاوش، به حال موضع رسمی وزارت خارجه دولت آمریکا رو شنیدی؟ چی فکر می‌کنی؟ حالا شما داری راجع به گروه‌های مختلفی صحبت می‌کنی که هر کدوم حالا آزادن فعالیت‌هایی که بکنن، نظرشون رو بگن، ولی به هر حال این یه جمع‌بندی از اتفاقی که افتاده و به خصوص این دو تا فدراسیون که تونستن با هم دیگه یه کار مشترکی بکنن علارغم این فضایی که وجود داره که شاید خیلی هم همراه نیست با این حرکت مشترک. بله نگار خانم، البته صحبت من قطعا من نمیخواستم صحبتی بکنم که اتهامی بزنم به کسی که حضور نداره که نمیتونه پاسخگو باشه، اما این که سه تا قدرت برتر کشتی دنیا تونستن با هم دیگه اتحاد بکنن و یه حرکت منسجم انجام بدن برای اینکه کشتی در مسابقات المپیک باقی بمونه، جدای از حالا مسائل سیاسی و به اصطلاح اختلافات سیاسی که ما بین این کشورها وجود داره، خیلی اتفاق خوبی بود در نوع خودش. من امیدوارم که این اتفاق در زمینه روابط بین این کشورها هم اتفاق بیفته و فقط در سطح مسابقات نمونه. یه حاشیه‌ای که فقط چیز بود، چون میدونید ایرانی‌ها که خارج از کشور هستن، خصوصا در لس آنجلس مستقر هستن، پرچم کشورشون پرچم شیر خورشید می‌دونن، که می‌خواستن با این پرچم برن توی ورزشگاه و این که مانع این حرکت شدن و از تزیین شما به نوعی حالا پوشش داده نشده، باعث ناراحتی اپوزیسیونی شده که در لس آنجلس مستقر. خب ببین سیاوش، الان شما همین گفتی که صحبتتو قطع کردم، نه اینکه حالا صداتون رو قطع کنیم، ولی من خواهش کردم که از بیننده قبلی هم نمیدونم شما شنیدی نه، خواهش کردم اسم که شخص خاصی رو نبرین، چون از هر کسی صحبت کنیم بعد بتونه بیاد خودش از خودش دفاع کنه و ما هم حالا خیلی راست رو بخواین اخبار دنبال نکنیم اطلاع ندارم. ولی اون صحبتایی که همکارمون علی کرد از نیویورک هنوزم باهامونه در مورد اینکه حالا شاید اصلا اون یه دلیلی باشه برای این اتفاق، ولی شما در مورد هم ایرانیای ساکن آمریکا که داری میگی، همونطور که گفت به هر حال بنیادهایی هم هستن که اتفاقا سعی کردن که بودجه جمع کنن و این مسابقه دیروز رو حتی ازش حمایت کنن. حداقل اینه که ما میدونیم که بعضی از بلیت ها رو مجانی در اختیار جوانای ایرانی گذاشتن که بتونن برن توی سالن و تیمو تشویق کنن. بله خیلی حرکت خوبی بوده، من واقعا تشکر میکنم که این حرکت اتفاق افتاده. ببین نگار خانم، من یه ایرانی هم، شما هم یه ایرانی هستید، من مخالف جمهوری اسلامی هم، شما مخالف جمهوری اسلامی هستید، خواستم پرچم شما چیه؟ پرچم شیر و خورشید یا پرچم جمهوری اسلامی و اون پرچم کشورتون قبول دارید؟ ما اینجا ما خبرنگار هستیم، نه موافق کسی هستیم نه مخالف کسی هستیم، ما فقط موافق خبررسانی هستیم. حالا شما هم دوست داشتیم نظرتون رو بشنویم. به هر حال مرسی از نظرت سیاوش که از سبزوار با ما تماس گرفته بودی، نظرتت هم راجع به کشتی گفتی، هم راجع به سیاست و حاشیه هاش. یکی دو تا توییت اگه نگاه کنیم قبل از که برگردیم به نیویورک با علی عمادی، ببینیم که دیروز باز تو فضای مجازی چه خبر بوده برای بیننده‌هایی که شاید دسترسی به اینترنت یا توییتر نداشتن دیروز برای اینکه این خبر رو دنبال کنن، که این در واقع لینک پخش زنده مسابقه بود دیروز که خود تیم کشتی آمریکا در یوتیوب اینو پخش میکرد، که خب حالا البته پخشش تموم شده ولی پخش زنده اینترنتی داشتن. و یه نفر توییت کرده بود، یکی از کاربرا همین توییت که نوشته که این ایرانی‌ها امروز خیلی آماده اومدن و این تازه توی مسابقه اولی بود که در واقع دو تا بازی اول ایرانی‌ها بردن، 2-0 در مقابل آمریکا بودن. توییت بعدی رو هم اگه بتونیم با هم دیگه ببینیم، که باز جان یه کاربری گفته بوده که من امروز عاشق ایران هستم، تا اینجا به نظر میاد ایران هنوز امتیازش جلوه، و گفته بوده که ایران و آمریکا دارن با هم دیگه مسابقه میدن و تشویق کرده. و یه توییت دیگه هم با هم ببینیم، ببینیم که جرمی هم گفته که خیلی خوب بود برای همه که تونستن ببینن چقدر کشتی برای دنیا مهمه، و باز همین هشتگ هم مسابقه دیروز و همینطور یه هشتگی که اصلا مربوط به نجات کشتی در المپیک. و این هم همون توییت دانشگاه کرنل که دیروز گفته بودن که وقتی کایل دیک از آمریکا تنها برد دیروز آمریکا برنده شده، تمام سالن بلند شدن و براش دست دادن و حتی ایرانی‌ها، تماشاگرای ایرانی هم تشویقش کردن، که خب این برای بچهای دانشگاه کرنل که کایل دیک از اونجا میاد خیلی جالبه. علی برگردیم بهت، باز نیویورک بحث یه مقدار کشتی بود، یه مقدار سیاسی شد، حالا گروه‌های مختلفی که هستن، اما بیا یه مقدار بحث اگه میتونیم دوباره ورزشیش کنیم، ببینیم که چقدر امید هست به اینکه این حالا اتحاد قولای کشتی بتونه کشتی رو نجات بده. مثل که امید زیادی نیست. والا اونچه که من با کسانی که در این کمپین ها در این حرکت حفظ کشتی
قسمتی یا باری رو برمی‌دارن یا حرکتی دارن انجام میدن یا مسئولیتی دارن یا علاقه‌ای دارن صحبت می‌کنن، همه علاقه‌مند هستن، همه خوشبین هستن. از خود رئیس موقت فدراسیون جهانی کشتی آقای نناد لالوویچ که تا دو روز دیگه ریاست ایشون قطعی خواهد شد، از خود ایشون پرسیدم، خودش گفت 30% امیدوار هست. یعنی اینکه خودشون میدونه، یعنی ایشون و هیئت رئیسه فدراسیون جهانی، مثل میدونه که نایب رئیس فدراسیون جهانی یکی از نایب نواب رئیسش امریکایی هست، آقای استنلی دیزیش، و با اینها که صحبت میکنی اینها واقعیت مطلب رو میگن. اما افرادی مثلا هنرپیشه‌هایی که اومدن دارن حمایت میکنن، ورزشکار رشته‌های دیگه که دارن حمایت میکنن، علاقه مندان کشتی، همه امیدوار هستن. اما همونطور که تو برنامه قبلی روی خط که در مورد حذف کشتی، حذف احتمالی کشتی از رقابت‌ها صحبت شد، به هر حال کشتی گذشته از تغییراتی که دارن بهش میدن و تغییراتی که تو این 11 سال تحت هدایت آقای رافائل مارتینتی سوئیسی اتفاق افتاد واسش، نتونست جایگاه خودش رو پیدا بکنه و شاید این تغییرات هم که اتفاق بیفته نتونه کشتی رو نجات بده. اون چیزی که خیلی مطرح هست برای اینکه کشتی در مقایسه با رشته‌های پولساز و پرطرفدار دیگه‌ای که شاید در ایران طرفدار البته نداشته باشه بخواد بمونه در بازی‌های المپیک، این هستش که از نظر اقتصادی بتونه کمیته اجرایی رو و آی او سی رو، به کلن کمیته بین‌المللی المپیک رو مجاب بکنه که این رشته یک رشته پربیننده، پولساز و درآمدزا هست. به هر حال درآمد، خیلی از درآمدهایی که فدراسیون جهانی کشتی برای برگزاری خیلی از مسابقات هزینه می‌کرد از کمیته بین‌المللی المپیک می‌گرفت و در واقع یک رشته ضرردار بود. یک رشته دیگه که احتمال حذفش هم هست رشته وزنه‌برداری هست و با توجه به اینکه آقای تاماش آیان الان در فدراسیون جهانی عضو افتخاری هست و یک لابی خیلی قوی داره، فعلا به سمت اون نرفتن. نه اینکه این رشته ها رشته های المپیک نیست، رشته های بدی هست، طرفدار نداره. چرا؟ طرفدار داره، اما در مقایسه با رشته های دیگه پولساز نیست. کشتی 177 کشور عضوش هستن، نزدیک 50-49-47 کشور بیشتر مدال نمیگیرن، ولی و 10 کشور در جهان هم هستن که قول این ورزش محسوب میشن. رشته های دیگه هم همینطوره. مگه کاراته چجوری هست؟ علی وقتی میگی پول ساز نیست، یعنی حالا بر خود من که کارشناس این نیستم، ولی این سوال در واقع پیش میاد که یعنی طرفدار به هر حال تماشاچی اونقدر براش پول خرج میکنن که مثلا برای مسابقه تنیس یا فوتبال خرج میکنن. خودت به مطلب خیلی خوبی اشاره کردی. مثلا تنیس، شاید تنیس باز در دنیا انقدر زیاد نباشه و تنیس شاید کشورهایی که صاحب سبک هستن در تنیس شاید بیشتر از 20 کشور عالی نباشن. بقیه کشورها مثل کشورهایی که منطقه آسیا هستن، چنان به غیر از چین و ژاپن تنیسور خوبی ندارن. هند یه دونه تنیسور در یک دهه میده بیرون. یعنی میخوام بگم که شما خودت این مسئله تنیس رو که اشاره کردی، وقتی مقایسه میکنید پوشش خبری که تنیس داره، جوایز نقدی بسیار بالایی که نه تنها گرند اسلم و مسابقات 250 امتیازیش 500 امتیازیش، میبینی که چه مقدار پوشش تصویری داره، چه مقدار شرکت های مختلف، حالا نوشیدنی های مختلف، شرکت های البسه ورزشی، پوشاک ورزشی، همه دارن حمایت میکنن. سازمان های بزرگی دارن از تنیس حمایت میکنن. خب تنیس یک ورزش میشه گفت سوپر ورزش هست دیگه، با ورزش دیگه قابل مقایسه نیست. اما ورزش المپیکی مگه دو میدانی چقدر مگه تبلیغ داره؟ مثلا اینجا هستش که الان یه عده‌ای که در کمیته بین‌المللی المپیک صاحب پول و نفوذ هستن، وقتی به برد کمیته اجرایی نگاه میکنی همشون بیلیونر هستن و همشون صاحب، یعنی رئیس هیئت مدیره چند شرکت چند ملیتی بزرگ هستن و اونها به هر حال اگه مثلا پنتاتلون، اگر اسکواش، اگر این رشته ها هست، در واقع گذشته از این تماشاگر، یعنی مخاطب خیلی زیاده، حاضر حالا خرج کنه، برای همین شرکت های تبلیغاتی حمایت میکنن، در واقع پول زیادی حالا توی کشورهای هم به صورت بخش خصوصی هم بخش دولتی خرج میشه و خب این یه جوری در حق کشتی بیچاره داره اجحاف میشه. بله، نه تنها مسئله مالی، حالا یه مطلب دیگه هم هست، این فقط مسئله اقتصادی نیست، شاید 60-70% مسئله اقتصادی که این آقای نناد لالوویچ میدونست. تو گفتگو با من بهش اشاره کرد روزی که در مقر سازمان ملل بود و گفتش که من 30% بیشتر بهش امیدوار نیستم که کشتی برگرده. بله. مطلب دیگه ای که هست مسئله، حالا پخش تلویزیونی رو میشه درستش کرد، میشه همین الان NBC با این کاری که کرد و پوشش این مسابقات و پوششی که مثلا برای هزینه هایی که داره برای ورزش میکنه یا شرکت های تلویزیونی دیگه، کمپانی های مختلفی که دارن حمایت میکنن شبکه های تلویزیونی برای این کار، اون. بله. مطلبی هست. اما
مسئله دیگه‌ای که هست مسئله خود کشتی هست. خود کشتی، من با تیم ملی زنان آمریکا گفتگو کردم که در فرصتی قطعا پخش خواهد شد در مورد مسئله کشتی زنان، کشتی زنان ایران و کشتی زنان جهان صحبت کردم. مسئله یه مقدار مخالف بودن کشتی با روح لطافتی که شاید بعضی از خانم‌ها، اما ما الان ام ام ای رو داریم، هنرهای رزم ترکیبی داریم که خیلی داره پیشرفت میکنه. بله. هرچند که ریشه هنرهای رزم ترکیبی از کشتی است. من خیلی کوتاه بگم، قوانین رو دارن تغییر میدن، دو بنده رو میخوان بردارن فقط با یک شورت باشه برای مسابقات مردا که بتونن روی شورت تبلیغ بذارن، میخوان تشک کشتی رو عوض بکنن، یه سری قوانین پیشنهادی دارن که وقتش رو بعد 3 دقیقه بکنن و مسائل از این دست که بیان مجاب بکنن که کشتی میتونه اون جذابیت رو داشته باشه و ما بین این وقت‌های استراحت میتونن تبلیغ بکنن. ممنون ازت علی امادی. من از بینندگانم دعوت میکنم گزارش‌های ورزشی رو دنبال کنن که بالاخره ببینن این خبرها به کجا میکشه و در نهایت کشتی بیچاره نجات پیدا میکنه یعنی که قربانی میشه. علی امادی خبرنگار ورزشی صدای آمریکا از نیویورک همراه ما بودی، مرسی. اما نظر امیر از همدان و امیر از آمریکا، دو تا امیر روی خط، نظر هر دوی شما رو بشنویم. سلام به هر دوتون. اول امیر از همدان رو نظرش بشنویم، طولانی تر بوده روی خط. امیر شما چی فکر میکنید در مورد حذف یا نجات کشتی؟ با درود به شما خانم نگار. خیلی ممنون، سلام به شما. من میخواستم از شما قبل از اینکه به پاسخ سوال شما رو بدم یه سوال داشتم خدمتتون. این بیننده قبلی از شما یه سوال پرسید که شما یه سوال پرسید، منم جوابشون رو دادم، گفتم ما طرفدار نه طرفدار کسی هستیم نه مخالف کسی هستیم، ما خبرنگاریم، وظیفه‌مون خبررسانیه. حالا شما میخواین نظرتون رو بگین راجع به سوال برنامه؟ نه ببینین امیر، اگه نمیخواین نظرتون رو، موضوع برنامه کشتیه، نجات کشتیه و حال اتحاد این، اگه میخواین نظرتون رو بگین، اگه نه نظر بقیه رو بشنوین. من جواب شما رو میدم. شما ما به عنوان یک ایرانی میشناسیمتون و میشنیم برنامهاتون رو نگاه میکنیم، استفاده میکنیم، ولی برای ما که طرفدار پاکستان خب شما طرفدار چی هستین؟ اگر امیر من براتون یه بار توضیح دادم، جواب من اینه که من ایرانی هستم، ایرانی خبرنگار هستم و طرفدار هیچ کسی نیستم. حالا شما مثل که جواب منو دوست ندارین، دوباره سوالتون رو میپرسید. اجازه بدید نظر امیر رو از نیویورک بشنویم، شاید اصلا دیروز تو مسابقه بوده. امیر سلام بهت در نیویورک. سلام قربان، روزتون بخیر. خیلی ممنون. شما احیانا دیروز مسابقه رو دیدی؟ بله بله، مسابقه بسیار بسیار باشکوهی بود و اون چیزی که در اونجا بسیار شاخص بود اون ادب و اون فرهنگی که واقعا در پشتوانه ما هست، هم در مورد کشتیگران هم در مورد تماشاچی ها. کشتیگران بسیار بسیار مؤدب نسبت به اون به صلاح مربی های امریکایی می رفتن و حتی تعظیم می کردن به اونها و خود کشتیگیرها رو دست می دادن، گاهن اونها رو در بغل می گرفتن که این فوق العاده از نظر توجه شما جلب کرده در واقع امیر. بله، یکی هم حمایت تماشاچیانی که در اونجا بودن که واقعا اگر یکی از امریکایی یکی از کشتیگیران امریکایی برنده شد که چقدر تشویقش کردن و در مورد نواختن سرود کشور احترام کامل رو گذاشتن. اینها بسیار بسیار شاخص بود که شاید به نظر من مهمتر از این بود که در لاغل چون NBC پخش میکرد میلیون ها نفر ویور داشتن و این تمدن ایرانی رو نشون میداد که واقعا چه خوب بود. بعدش هم این فقط اینو امیر وسط صحبت اجازه بدید من توضیح بدم، کانال NBC ورزشی که یکی از محبوب ترین کانال های آمریکاست داشت اینو زنده حداقل تو اینترنت که ما دنبال کردیم نشون میداد و همینطور در مورد سرود هم که گفتین، خب همون اولش به رسم همه مسابقات ورزشی سرود ملی، اتفاقا من دوام که اول سرود ملی ایران پخش شد و بعد سرود ملی آمریکا پخش شد و حالا شما هم که دیگه تو تماشاچیا بودین. بله بسیار بسیار این قسمتش واقعا شاخص بود و بسیار خوب بود. بعد تماشاچی ایرانی تقریبا 4 برابر بودن، فقط زل قرق کرده بودین شما سالونو. بله ما خیلی هم داد زدیم، صدا اونم گرفت و فوق العاده بودش. حالا اگر موردی، البته این سمای این که یک مرحال پشتیبانی از این بود که کشتی ادامه پیدا کنه و امیدواریم در سال 2020
قطع نشه، به هر حال یه مقداری هم یک تاچ سیاسی هم داشت که نداره اهمیت به اصطلاح برنامه پینگ پونگ بین امریکا و چین، ولی به هر حال وجود کشتیگیران ایران در امریکا امیدوار هستیم که به هر حال یک شروعی باشه برای یک روابط خوب. اگر سوال دیگه‌ای داری من در خدمتتون. خیلی ممنون از شما امیر از نیویورک که اومدین برامون تجربتون رو گفتین. اما ببینیم اگه صبح میشه نظر هادی رو از تهران هم بشنویم. هادی سلام به شما. الو سلام، درود بر شما. خیلی ممنون. بر بینندگان عزیزتون. مرسی. هادی نظر شما چیه راجع به نجات کشتی یا حذف کشتی از المپیک؟ بله. خدمتتون بگم که با توجه به این قضیه ورزشی خوبی که اتفاق افتاده و خب بالاخره ماها طول کشیده، رایزنی‌های بسیاری شده که بالاخره ایران به عنوان یک کشور خوب و همسایه در منطقه بتونه شرکت کنه در آمریکا در مسابقاتی و رایزنی‌های بسیار شده و اینکه ایران با پرچم اصلی خودش پرچم جمهوری اسلامی شرکت کرده و اینکه عده‌ای بیان به یه پرچم یه حزب رو تبلیغ کنن به عنوان پرچم شیر خورشید خیلی سعی نیتون اینا از قبل این دارن نون میخورن متاسفانه. حالا این که کسی از چه قبل داره نون میخوره به حال یه جامعه آزاده و باز هر کس هر چی دلش بخواد میتونه دستش بگیره بیاره، ولی شما راجع به کشتی چی فکر میکنین؟ فکر میکنین کشتی باید توی المپیک بمونه یا حذف بشه؟ خب بالاخره وقتی این ابهت و قدرت سه کشور ایران و آمریکا و روسیه رو ما می‌بینیم خب نشون میده که همه بینندگانی که اونایی که مسئولین کشتی هستن در جهان خواستار اینن که این کشتی و این ورزش بمونه و اینکه ایران تونسته با این عظمت و قدرت با این رسمیت با این آمادگی شرکت کنه و کسی نتونسته از اینها سوء استفاده کنه و اقدامی که جهانی بوده بین المللی بوده و ولی افرادی خب نمیخوان این رابطه این صمیمیت بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و هر روز به بعد مختلف با سوژه قرار دادن بعضی چیزایی مثل ورزشی، سیاسی و فرهنگی میخوان که این رابطه رو هم بزنه. همینطور که خب امشب میان در برنامه میخواد و تلویزیون دولتی صدای آمریکا تبلیغ یه حزب و یه پرچم و یه خصوصیت. خب حالا اینی که شما میگین که حالی درست نیست که کسی تبلیغ جایی رو نکرده و یه تیکه هم ما صحبتهای آلنه رو شنیدیم، موضع رسمی دولت آمریکا، ولی چند دقیقه بیشتر وقت داریم، میخوای برامون یه جنبندی کوتاه بکنین؟ چقدر امید دارین؟ شما فکر میکنین اتحاد این سه تا قول بالاخره نتیجه خواهد داد یا نه؟ زورشون میرسه کشتی رو نجات بدن؟ خب بله، اگه همه حمایت کنن، اگه همه چه در داخل چه در خارج افرادی که دوست دارن ایران رو دوست دارن کشتی رو خب میتونن حمایت کنن، ولی خب نباید افراد بیان که مثل این افرادی که خب هیچ یک از اپوزیسیون هم حتی از این شبکه از این آقای همایون خب خب خیلی ممنون از شما هادی. باز ما یه فرصتی داریم شما بحث رو بردیم به اونجایی که خودتون میخواین. نظر یه چند تا از کاربرای توییتر هم بشنویم که باز تمرکزشون رو گذاشته بودن روی مسئله کشتی. بله، اتفاقا تصادفاً یه پستی اومد از نماینده ایران در سازمان ملل در نیویورک، آقای خزائی، که دیروز توی تماشاچی‌ها بودن، داشتن توجه بازی رو نگاه می‌کردن، توجه هم کاربرای ایرانی و هم کاربرای خارجی رو من دیدم جلب کرد. این توییتر رسمی بخش فارسی وزارت خارجه آمریکاست که تیم ایران رو نشون میده و تیم آمریکا که فکر می‌کنم قبل از بازی دارن با هم دیگه خوشبش میکنن و دست میدن و این توییتر من دیدم که استقبال شده بودش. اینم توییت خبرنگار نیویورک تایمز رابرت مکی که تماشاچی ایران رو بعد از بازی در بیرون عکسشون انداخته و میگه که تماشاچی ایران دارن پیروزی 6-1شون رو در بیرون همین سالن گراند سنترال که یکی از ترمینال های اصلی نیویورک دارن در واقع جشن میگیرن. و همینطور این هم باز یک عکس دیگه که دیروز زنده علی امادی برامون فرستاد و مهتاب همکارمون توییت کرده بود که لشکری و برد چهارم ایران، یکی از کشتیگیرا که چهارمین بازی رو بود و برنده شد و تا اونجا همچنان ایران جلو بود. این هم یک عکس دیگه است که باز همچنان ایران 4 و این بار آمریکا یه امتیاز گرفته بود. یک عکس دیگه دیروز تو توییتر بود که از این کاربر رسمی، در واقع اکانت رسمی رسلینگ ویژن، مربوط به در واقع گروهیه که میخوان المپیک رو، کشتی رو در المپیک نگه دارن، کیپ المپیک رسلینگ اینطور که گفته، و عکسی انداخته بودن قبل از مسابقه از تیم ایران که
داشتن در واقع گرم میکردن خودشون رو برای اینکه توی مسابقه شرکت کنن. اما عذرخواهی میکنم از بیننده‌هایی که نشد صحبتشون رو بشنویم و خیلی ممنون از شما که امشب همراه ما بودین. علی عمادی خبرنگار صدای آمریکا در نیویورک و فردا مهشید و رویا در مورد ایدز و سلامت جنسی صحبت میکنن. ساعت 10 تا 11 شب روی خط باشین همراهشون. ممنون از شما، شب بخیر.